آقا درود به همگی، خیلی خوش اومدید به کانال مستر نویک. بچه این ویدیو با تمام ویدیو کانال من فرق داره. خب اگه سابسکرایبر منید میدونید که کلا کانال من بر یه پایه دیگه است. این چند وقت اخیر یه ویدیویی پخش شد به اسم فیلم اینجا رو بوق میذارم چون یوتیوب گیر میده وینی. با ما همراه باشید، در ادامه راجبش صحبت میکنیم. خب خیلی از یوتیوبرها به این ریاکشن نشون دادن، خیلی این که نه، فکر کنم دو سه نفری بهش ریاکشن نشون دادن تا همین الان موضوع تازه است. راجع به وینی بگم، خب ببینید یه سری کانتنت ها ساخته که برای اولین بار تو ایران همچین کانتنتی میاد، در اون شکی نیست. بیایید منطقی باشیم. بخواید بله، ببینید من حامی همجنسگرا نیستم اصلا، حتی دوست ندارم بهش فکر کنم. اوکی تا اینجا، ولی طرف هم جنسی راست برای خودشو، به من هیچ ربطی نداره. این صحیح. پس تا اینجا چی شد؟ من حامی هم جنسگران نیستم، خودم همچین چیز رو اصلا نمیپسندم، ولی زندگی شخصیشه، به من مربوط نیست که میخواد چه جوری زندگی کنه. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. خب بالا یه چیزایی بود که توی موضوع رو مخم بوده. قبل از هر چیز میریم صحبت های ادمین وینی راجع به این موضوع رو بشنویم. فکر کنم من شنیدم اگه همون باشه که خاک تو سرت به خاطر ادمینی که بودی. ادمین تو همچین شرایطی باید بیاد همه چیز رو مدیریت کنه، اگه نه نه، اگه بله بله، اگه تایید تایید، اگه رد رد، اگه دفاعیه داره بزنه، اگه نداره میتونی سکوت کنی. به نظر من سکوت کردنت خیلی بیشتر میتونست به اون پسر کمک کنه. خب آقا، اولین یوتیوبری که راجع به این اظهار نظر کرد، دنجر، خودش به خودش میگه بزرگ. ببینید من ویدیوی دنجر خیلی دوست داشتم، خیلی ویدیوهاش رو دوست داشتم، خیلی آدم گلی بود توی ویدیوهاش، اوکی بود. با این حرکتش اصلا حال نکردم که در ادامه قرار ببینیم. خب صحبت های ادمینش رو میخوایم بشنویم. بچه من واقعا نمیخوام اصلا راجع به این موضوع صحبت کنم، چون این چیز شعر و مسخره است، بنظرم که اصلا جای بحث نداره، جای صحبت نداره. ولی اینکه برام داری ناشناس میفرستین که گروه زدین، چنل زدین، که چنل هایی که دارن ویدیو رو میذارن بلاک کنین و اینا، این هیچ اثری نداره و همه چی رو بدتر میکنه. به نظرم خیلی عادی فعالیت کنین، خیلی عادی محتواتون رو ارائه بدین. اصلا خاک تو سرت به خاطر ادمینی که بودی. روی موضوع مسخره، خیلی علکی و بی خوده. فعالیتتون رو بکنین، چنلی دارین تو توییتر، اینستا، اکانتی دارین، خیلی عادی عکس خودتون رو بذارین، پیامای خودتون رو بذارین. ببین اینجوری که صحبت میکنه ادمینش هرسی میشم کلن و دقیقه دو فیکس الان برای خودم و نمیدونم راجبش چی بگم. ادمینش بلند شده میاد میگه فعالیت خودتون رو بکنید، این موضوع همه چی رو بدتر میکنه. ببین توضیح درستی نمیده، داره چرت و پرت قشنگ میگه. تو اگه ادمینشی، اگه کسی هستی که مدیریت میکنه ویدیوهاشو، باید بیای الان یه برنامه برای این درامایی که راه افتاده بچینی. با اون کاری ندارم، صحبتاتو گوش میدم، راجع به صحبتات هیچ نظری نمیدم واقعا، که در ادامه یه سری چیزا هست اونجا بهتون میگم. اصلا لازم نیست شما هیچ اظهار نظری بکنین راجع به این موضوع، نه منفی نه مثبت، فقط فعالیت خودتون رو بکنین به نظرم، چون میگم یه موضوع کاملا مسخره و پوچه. یعنی چی مسخره و پوچه؟ هیچ پوینتی، هیچ سر و تهی نداره. منم تو رو خدا همه جا نزنیم وای حالش خوبه، وای چی شده تو توییتر، اینا همه اینا فقط کنجکاویه. خب انقدر همه جا نزنید وای حالش خوبه، نه حمایتش کنید نه هیتش بدید. نظرت چیه؟ بلاگر نمیشد، یوتیوبر نمیشد، با اینکه میگم کانتنت های فوق العاده ای داره. شما به عنوان یه ادمین حتی غلط میکنی، بخوای مثلا حتی به جپی فناش به اینکه شما حمایت نکنید، خب راحت شما فالوش نکنید، شما دنبالش نکنید، شما این آدم رو ساب نکنید. حرفت هم چین بوی رو میده.
شما اگه ادمینشی اینجا باید بیای مدیریت کنی، از کسایی که دارن به نفع وینی صحبت میکنن حمایت کنی و حاشیه‌ها رو دونه دونه شفاف سازی کنی. این چه چرت پرتی پر کردی گذاشتی تو چنل الان؟ حالم داره ازت به هم میخوره واقعا، نمیشناسم ادمینش، واقعا نمیشناسم، ولی حالم داره از چرت و پرت گفتنت به هم میخوره صادقانه. بریم ادامهش کنیم. حالش خوبه، بهترم میشه، همه چی حل میشه، میره اگه شما لطف کنین اجازه بدین. همه چی حل میشه میره فلان، کار ندارم با این موضوع. ببین، شما وقتی داری توی فضای عمومی فعالیت میکنی، یه سری کسا تو رو فالو میکنن، حمایت میکنن، ساب میکنن، درسته؟ اون اشخاص برای شما همیشه باید قابل احترام باشن، چون کسایی هستن که تو رو بالا بردن. یه حواشی درست میشه، اینکه شما سکوت کنید، ما فلان داری چیکار میکنی؟ خب دقیقا داری چه حرکتی رو میزنی؟ از دو روز پیش تا الان این قضیه مثل بمب ترکیده، ولی نه ادمیناش نه کسایی که باش کار میکردن، هیچ کدوم، حتی رفیقاش که بلاگر بودن تو خیلی از ویدیوها اسمشو میبردن، افراد بالا مقام توی اینستا یوتیوب، هیچ کدوم بلند نشدن براش یه دونه استوری بذارن. میدونی اول اینکه دور و ولیا رو الان میتونی بشناسی شما آی وینی که چی به چیه، دوم اینکه شما حق نداری به مخاطبت توی فضای عمومی وقتی فعالیت میکنی به اینکه سرت تو کار خودت باشه. اگه میخواد سرش تو کار خودش باشه یا جنابالی میخوای کسی توی زندگیت دخالت نکنه، هیچ وقت سمت چه میدونم واینر شدن، بلاگر شدن یا یوتیوبر شدن نرو. به همین راحتی و هر جوری که دوست داری زندگی کن. وقتی شما شغلت اینه، یعنی زندگی تو به صورت پابلیک داری برای مردم میذاری، اگه یه جاش میلنگه شما غلط میکنی پاپس بکشی که نه من پیرو زندگی شخصیم، پیرو یه سری امنیتام، پیرو یه سری خط قرمزام، بی خود میکنی. بریم ادامش. واقعا اینجا بخش خیلی عجیبی شه که الان با هم دیگه میبینیم. آقا قطعا چند روز دیگه تا حالا شایعه بیشتر از واقعیت پراکنده میشه، ولی احتمالا تا یکی دو روز دیگه یه فیلم خیلی بد از یه یوتیوبر ببینید و عرضم به خدمتتون که اگر بنا به حاشیه باشه که اصلا کلن که ما رو جز اصلا منو به عنوان یوتیوبر نمیدید، من اصلا یه جوری هم که من خیلی عشقی دارم کار میکنم، نه درآمد یوتیوب برام مهمه نه از، یعنی من همه کارم رو عشق اصلا اون به کنار، ولی چند روز دیگه به احتمال زیاد امیدوارم که بیشتر نشه. شما هم اگر دیدید همچین ویدیویی رو اصلا پخشش نکنید، چون بالاخره کسی که دستی در کار داشته باشه یه روزی همچین چیزی پخش میشه ازش، و حالا من اصلا با خود شخصیتش کاری ندارم، با خود یوتیوبرش کاری ندارم، و فقط خواستم اینو بگم که اگر برای، امیدوارم که برای حاشیه سازی باشه، اگر برای حاشیه سازی باشه چه باشه چه نباشه، ازتون میخوام که اصلا پخشش نکنید، چون واقعا اصلا این حرکت غیر اخلاقیه همچین موضوعی. و برای اینم که کنجکاو شدن، حالا یه یوتیوبری که جدیدن مطرح شده یه فیلمی مثل فیلم مدگل خانم که درست نبود ولی این خیلی بهش میخوره که درست باشه، ازش پخش شده و ازتون میخوام که، من نمیگم کیه ولی اونه که فهمیدن کیه دیگه پخشش نکنم، چون میگم یه حرکت کاملا غیر اخلاقیه. منم که دارم میگم، من به این میگم که پخش نکنید، یعنی و خلاصه اگر میبینید من دارم میگم، من میخوام اینو فرهنگ سازی کنم که آقا همچین چیزی، حالا بنا به هر دلیلی، آقا در کل یه حرکت غیر اخلاقیه، چه اون کسی که، حالا اونایی که نه، حالا من حاجی من میخوام یه جمله بگم که اینطوری باشه که جلوشو بگیره، از اون طرفم دوست ندارم یه جمله بگم که وسوسه انگیز باشه که طرف بره دنبالش. نه اصلا ولش کن، اصلا حرفای منو گوش نه، فقط یه همچین چیزی دیدی گفتن آره ویدیو حاشیه ساز در مورد این یوتیوب، اصلا بزن بره، ردش کن بره، اصلا راجع به هر کیم بود ردش کن بره، چون میگم اینجور چیزایی طبیعیه در کل جهان، ولی حرکت کاملا غیر اخلاقیه، هم برای کسی که پخشش کرد، هم برای کسی که اون ویدیو رو گرفت، و هم برای اون شخصی که اصلا همچین کاری کرده، یعنی برای اون یوتیوبر هم کاملا حرکت غیر اخلاقی بوده به نظر من. همین. در این که حرکت غیر اخلاقی شکی نیست،
این که شما قبلش از کجا میدونستی های دنجر که همچین ویدیو میخواد پخشه به خودت مربوطه، اصلا نمیخوام ازت بپرسم. ولی سوال من از شما اینه، شما اگه نمیخواستی پخش بشه چرا علنا اومدی توی دوربین داری مشخصات طرف رو میدی، معرفیش میکنی، نوع ویدیوشو بیان میکنی؟ و آره من قصدم اینه که فرنگ سازی کنم که میاد شما نبینید. پخش میشه ها، شما پخشش نکنید. شما داری خودت علنا قبل از همه اینو جار میزنی، یعنی قبل از اینکه تمام دنیا اینو پخشش کنن شما داری اینو وایرالش میکنی. این یک. دو، بله حرکت واقعا غیر اخلاقیه. ببینید زندگی انسانو به هم زدن واقعا کار درستی نیست و کارما انرژی نمیدونم بهش اعتقاد دارید یا نه توی زندگی 100% بهتون برش میگردونه. میگه که منو یوتیوبر نبینید، برای حاشیه نیست و فلان و اینا. اگه برای حاشیه نبود، اگه برای درآمدی که گفتی برام مهم نیست نبود، شما چرا باید بیای الان مثلا قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته خبر بدی به همه؟ آی دنجر حرکتت واقعا غیر اخلاقیه. بیاید تعصبی نباشید. میدونم الان فناش میریزن پایین پاره میکنن، یه ذره عقل داشته باش، فکر کن نه؟ یه کوچولو ببینش. بابت لحن تندم واقعا معذرت میخوام، از دروبازی بدم میاد. آقا شما نمیخوای پخشه، یعنی میخوای حمایت کنی از طرف، خب میتونی سکوت کنی، نه ویدیو دفاعی براش بزنی. شما میخوای هیت بدی طرف یا از وایرال شدنش ویو بگیری، میتونی همین کار رو انجام بدی. دقیقا مثل این آقا بیای با تناقض و پارادوکس صحبت کن. حالا میگه وقتی اومد پخشش نکنید فلان اینا، فرداش خودش یه دونه ویدیوی دیگه میداره راجبش. بریم ویدیو دومش رو ببینیم. آقا به روز نکشید این ویدیو وایرال شد. آره به روز نکشید. الان هزار تا فکر بعد راجع به اون کنن. نه واقعا اتفاق بدیه، امیدوارم برای هیچ کسی این اتفاق نیفته و من از این جامعه حمایت نمی کنم. یعنی همچنین که افتاده برای بند خدا از حزب بکن تو یه ساعت این همه چرت و پرت پشت یارو گفتن، حالا چه راست و چه دروغ. قبل همه یادت نره شما بلند شدی این موجو رو انداختی. بله منم مثل شما از این جامعه حمایت نمی کنم، ولی دیگه بیا خودمون باشیم دیگه، دورو بازی در نیار عزیزم. قبل همه شما این صحبت ها رو جبش کردی. ولی منظور اینه که آقا یه چیز بعد از طرف میبینین آتیشش رو خاموش کن. بابا اون نتونه اونو ثابت کنه یا نه، حالا بر فرض مثال میگیم بهش گیر بدن که طبیعیه بهش گیر بدن، نتونه ثابت کنه هیچ کاریش نکنن شلاقه. آره حکم لواط تا پایدار هم میتونه بره، یعنی قانون جمهوری اسلامی رو برید بخونید، تا پایدار هم میتونن بفرستنش. و طور کلی من علاوز انسان دوستانه میگم که آقا نکنید، پخش نکنید برای بند خدا. تو میگم حتی دیگه نمیدونم، ولی امیدوارم اتفاقی براش نیفته. خب راجب دنجر جان که من نظرمو گفتم، آقا دنجر یکی از یوتیوبرهای خوب ماست، ولی این دروبازیاش اصلا قشنگ نیست. خیلی تو این حواشی پریدن، چه میدونم مثلا طرف بلند شده من میخوام ثابت کنم که این فیلم فیلم وینیه. خب که چی؟ مثلا به چی برسی با ثابت کردنش دقیقا؟ میدونی من به کارما خیلی اعتقاد دارم، معتقدم که اگه زندگی یه نفر رو به هم بزنی 100% یه جا میچرخه گردن خودتو میگیره. میدونی باز دوباره میگم این کار درست نیست، ولی پخش کردن همین کار از خود کار اشتباه تره. و مثل اینکه ایران پارودی اگه اسمشو درست بگم، حتی نمیشناسمش، برای اولین بار داشتم میدیدمش، هم یه ریاکشن بهش داده که من اونو واقعا ندیدم. بریم با هم دیگه ببینیم ریاکشن اینای محترم. آریا کیوکسر از 170 نفر 500 میلیون دزدیده، مردم چشم گوشتون رو باز کنید. اخمم فیلم دادن وینی همراه با شماره تلفن فقط و فقط 500 تومن. پول بده بده. خیال رو نیاره باستو، خیال رو بیاره.
فیلم واقعا کیا رو داریم وایرال میکنیم؟ واقعا کیا رو داریم وایرال میکنیم؟ این واقعا یوتیوبر بود این آخری؟ کاملا روک، خاک تو سر خودت و هر کی که دنبالت میکنه، روک میزنم تو روت. و حالا مثلا به هم خورد از این آخریه. لپ کلام بچه ها، یه ذره یه کوچولو حواسمون باشه کیا رو بولد میکنیم، داریم چی کار میکنیم. یه کوچولو روی کارمون بیشتر تمرکز کنیم. یه سریا هستن که واقعا چنل های تازه کار دارن، دیدم خیلی سال دارن زحمت میکشن ولی بالا نرفتن. ولی خب یه سری های دیگه خیلی بیمحتوا یهو میترکونن، یهو وایرال میشن با مسخره بازی، با چندش بازی. حرف من اینه، در اینکه وینی استعداد داشت، در اینکه نوآ ولی کرد شکی نیست، در اینکه کارش اشتباه بود شکی نیست. ببینید یه بار برای همیشه بیاید پرونده اینو ببندیم. در اینکه کارش اشتباه بود شکی نیست و در اینکه اون کسی که این کارو کرده زندگیشو به هم زده، کارماشو پس میده هم نمیتونیم شکی داشته باشیم، درسته؟ این حاشیه ها فقط باعث شد یکم بیشتر حداقل فضای یوتیوب ایرانو بشناسیم. در نهایت میخوام بگم که صحبتی نمیمونه اگه جایی متوجه نشدید چی گفتم، یا درست صحبت نکردم، یا یه ذره گنگتون کردم، ببخشید، واقعا ببخشید. قرار بود اصلا یه ویدیو دیگر رو امروز بالا بدیم، تو کامنت ها تو دایرکت هم پاره شد که فیلم فلانو دیدی، فیلم فلانو دیدی، نظرت چیه، انتقادت چیه، کلا به هم امرخ میدونی. و همین دیگه، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا ویدیو بعد کلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.